در رابطه با احکام صادره برای فعالین جنبش معلمان جا داره اشاره داشته باشیم به اینکه با توجه به ابلاغ دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان فارس، افشین رزمجویی، ایرج رهنما، اصغر امیرزادگان، محمد علی زحمتکش همگی به 5 سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت 2 سال، همچنین مژگان باقری به مدت 2 سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی، منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت 2 سال، زهرا اسفندیاری، عبدالرزاق امیری هر کدام به تحمل 2 سال حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پاپن در محدوده 1000 متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت 2 سال به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی. غلامرضا غلامی به 3 اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی 5 سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی، منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه به مدت 2 سال، اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام 5 سال حبس و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه، منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت 2 سال، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال حبس و همچنین رأی هایی که صادر شده، این رو بگم قطعی هستن، اینا در حکم این فعالین جنبش معلمان آمده هست. واقعا احکامی هستند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و قابل هضم نیستند و همین احکام سنگین نشون میده که معلمان و مبارزاتشون چه تهدید بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. اینجا جا داره بگم یک مصاحبه‌ای داشتیم با یکی از معلمان مبارز که از مخاطبین و بینندگان تلویزیون کانال جدید هم هست. از ایشون خواستیم که برای بینندگان تلویزیون کانال جدید در رابطه با این احکام سنگین کمی توضیح بدن. میشنویم. با درود به شنوندگان عزیز این برنامه، متاسفانه با خبر شدیم که احکامی از روی دادگاه انقلاب صادر شده که در اون تعداد زیادی از همکاران فرهنگ ما به خاطر حق طلبی و به خاطری که درخواست داده بودن که بحث بهتر شدن وضعیت شغلی و حقوقی معلمان و همچنین بهتر شدن سیستم آموزشی، متاسفانه با خبر شدیم که تعداد 7 نفر از اعضای قانون صنفی فرهنگیان فارس به احکام شدیدی متاسفانه برخورد کردن که واقعا احکام در شأن و شخصیت فرهنگیان نیست. چنانچه افشین رزجویی، جناب ایرج رهنما، اصغر امیرزادگان و محمد علی زحمتکش همگی به 5 سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی، منع خروج از کشور یا ابطال گذرنامه به مدت 2 سال. خانم مژگان باقری به مدت 2 سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور یا ابطال گذرنامه به مدت 2 سال. خانم زهرا اسفندیاری و آقای عبدالرزاق امیری هر کدام به تحمل 2 سال حبس تحت نظارت سامانه الکترونیکی و پابند در محدوده 1000 متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت فضای مجازی به مدت 2 سال و به اتهام اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی است.
آقای غلامرضا غلامی کندازی به 3 تا اتهام، یعنی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام، به 5 سال حبس و همچنین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و همچنین به اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام به 5 سال حبس و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور. این احکامی است که متأسفانه برای همکاران فرهنگ ما ایجاد شده. احکام بسیار سنگینی هست در ادامه گفتگویی که تلویزیون کانال جدید با این معلم مبارز داشتیم. از ایشون پرسیدیم که آیا صدور چنین احکام سنگینی باعث میشه که معلمان از اعتراضات خودشون منصرف بشن یا اینکه مطالباتشون رو دیگه مطرح نکنن، دست بردارن از اعتراضات؟ آیا منجر به متوقف شدن جنبش اعتراضی معلمان میشه و اینکه پاسخ شما معلمان به صدور چنین احکامی چه هست؟ اما در موردی که آیا این اعتراضات تمام میشه یا نه، مطمئنا این اعتراضات پایانی نخواهد داشت. وقتی که میگن خدای ما خدای دهه 60، یعنی ما میخوام مثل دهه 60 به قل و قم فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بزنیم، مطمئنن این خدای دهه 60 خدای دهه 90 هم خواهد بود و مطمئنن این خاکستری که الان با شدت عمل با زور و ضرب و شیادی میخوان این واکنش مردم و واکنش فرهنگیان رو به اقما ببرن، مطمئنن نخواهند توانست و ما فرهنگیان با تمام قدرت از حقوق حقه خودمون و حقوق حقه مردم و حقوق حقه دانش آموزانی که آینده ساز این کشور هستن دفاع خواهیم کرد و با تمام وجودمون میتونیم و خواهیم خواست که نظام به خواسته مردم و خواسته صنف آموزش و پرورش تن در بده. و اما در پایان گفتگوی تلویزیون کانال جدید با مخاطبی که معلم هم هست و مبارز، خواستیم بگیم که خواسته شما از سایر بخش‌های جامعه چه هست؟ چه انتظاری دارید در رابطه با حمایت از معلمان و همچنین از کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و سایر بخش‌های جامعه؟ چه نوع همبستگی، حمایت و پشتیبانی مورد انتظار شما هست؟ خواهشی که از سایر اقشار مردم داریم با اتحاد و انسجام، هر کدام از سندیکا، هر کدام از اتحادیه‌ها و کانون‌ها و صنف‌های مختلف خواستهایی دارند که متاسفانه ما متوجه میشیم که هر روز در یک کارخانه، در یک جایگاه این اعتراضات انجام میشه. خواهشی که از همه هموطنان عزیزمون، از همه صنف‌ها در اقشار مختلف کشورمون داریم، این است که با هم متحد بشیم و یک بار برای همیشه این مسئله خواستامون یک کاسه بکنیم، یک پارچه کنیم و بتونیم به حاکمیت ثابت بکنیم که حاکمیت موظف است که به قوانینی که خودش وضع کرده، به قوانینی که خودش درخواست داده تن در بده و به خواستهای مردم احترام بذاره و آزادی های مشروعی که حق هر ایرانی هست رو ادا کنه. درود بر شما معلم مبارز، سپاس که در این گفتگو در تلویزیون کانال جدید شرکت کردید. صحبت‌های شما رو بینندگان این برنامه شنیدند.